گرمی های فکر 99، مشکلات رفتاری روشن فکر سازمانی در جامعه ای که هنوز به مرحله دموکراسی وارد نشده، به فاز دموکراسی وارد نشده، یعنی به فاز نظام حقوقی وارد نشده. دوستی یک بار از من پرسید، یا بهتره بگم با من مطرح کرد، گفت که فلان کس که خیلی مناسبات گسترده ای داره و توی مهمانی هایی که میده 80 نفر، 100 نفر، حتی بیشتر میتونن شرکت بکنن و روزانه با 10-20 نفر ارتباط تلفنی داره، نمیدونم چرا با این همه از لحاظ بسه آداب معاشرت و برخورد انسانی، روابط انسانی رشد چندانی نکرده. بعد من پرسیدم که، یعنی این یک چیز فرضی نیست، یک چیز واقعیه، حتی بیش از چندین بار من با این مواجه بودم با این پرسش. من پرسیدم که خب اینایی که باشون این همه رفتار داره، این همه رابطه داره، اینا به یک سنخ رفتار معینی، یعنی در خودشون یک سنخ رفتار معینی از یک سنخ رفتار معینی نیستند. بعد از کمی اندیشیدن گفت چرا. گفتم خب این یعنی مناسبات گسترده سکتیه. این مناسبات گسترده سکتی نه تنها تأثیری نداره در آموزش دادن آداب معاشرت، معاشرت انسانی به آدم ها، بلکه حتی ممکن نتیجهش منفی باشه. برای اینکه خود وقتی شما رابطتون با شمار زیادی از آدم های یک جور، آدم هایی که همه مثل همن و علاوه واقعا شخصیتی غیر قابل تفکیکن، و این باعث میشه که ظرفیت ارتباطی پر میشه و تو اصلا امکان اینو نداری که با بیرون از این سکته ارتباطی رابطه داشته باشی. اینه که بنابراین هرچه همین روابط گسترده باشه، هیچ تأثیری در آموزش آداب معاشرت و روابط انسانی با دیگران نداره. این یه مسئله. یه مسئله دیگه هست که اینو اینطوری عرض بکنم که ما در برابر این مشکلات تربیتی رفتار با دیگران که یه جوری شده توی خونمون و در بافت و نسوج را شخصیتی ما رفته، خیلی آسون نیست که از این واقعا بیاییم بیرون. ولی یه کاری که ما باید بکنیم اینه که ما میتونیم با ایجاد موقعیت هایی، یعنی با بکار انداختن خرد خودمون، کمک کنیم که یه موقعیت هایی ایجاد کنیم، موقعیت های جدیدی، و بریم تو اون موقعیت های جدید، ولو اینکه اون آثار تربیتی پیشین رو با خودمون ببریم اونجا. یعنی ما نمیتونیم فوراً از اونها رها بشیم، از اون تربیت سکتی و از اون ویژگی های عصب شناسانهی که تو این نوع مناسبات به دست آوردیم، ما نمیتونیم به این راحتی رها بشیم. ولی خوشبختانه ما این رو با تجربه دیدیم و میتونیم روش بهش امیدوار باشیم که آدم ولی میتونه با ترک موقعیت های گذشته و ورود به موقعیت های جدید به هر حال شرایط رو نسبتا مصاحب کنه برای اینکه از این مناسبات سکتی، فرهنگ سکتی، تفاهمات سکتی بیرون بیاد. من در یکی از صحبت ها گفته بودم که مثلا فرض کنید اگر آدم با 100,000 نفر
حالا رقمش رو حتی با اغراق بگیم برای که خوب روشن بشه منظور چیه، حتی با 100,000 نفر افراد یه حزب یا یه جریان فکری رابطه داشته باشه و بعد با حفظ این رابطه و به عنوان جزئی از این نسوج ارتباطی مثلا وارد جنبش ملی یا یه جنبش عمومی بشه. این باز هم از تجارب اون جنبش عمومی، از اون آرامش بخشی اون جنبش عمومی نمیتونه سود بجویه. یعنی مثلا فرض کنید که مثلا یه عضو ایدئولوژیک مذهبی یا کمونیستی یا هر جور اگر میرفت تو نهضت کنگره هند، این چون با اون بسته بندی میرفت، با یه زره میرفت، زرهی که جلوی تأثیر پذیری رو میگیره، باز با اون موقعیت خودشه که میره اونجا، به عنوان فرد نمیره اونجا. و اینه که اینا باز مشکلات رفتاریشون رو ادامه میدن. چرا؟ چون با تفاهم استراتژیک وارد مناسبات عمومی میشه که توی اون مناسبات عمومی باید با تفاهم ارتباطی وارد شد، یعنی با کمونیکاتیو فرشتندیگونگ باید وارد شد، درسته؟ ولی با تفاهم استراتژیک یا تفاهم راهبردی، یعنی با تفاهم حزبی وقتی که وارد شدی، ولو اینکه اون 100,000 نفر هم به اندازه 100,000 نفر هم وسعت داشته باشه، باز شما با این تفاهم استراتژیکت هست که میری و بنابراین جلوی تأثیر پذیری از تفاهم ارتباطی رو، تفاهم کمونیکاتی رو روی خودت میگیری. پس مشکل اینه که تفاهم استراتژیک باید تبدیل بشه به تفاهم ارتباطی، یا دست کم این تفاهم استراتژیک باید زیر تأثیر تفاهم ارتباطی حتی المقدور از نظر اخلاقی محدود بشه. مسئله اینه، یعنی مسئله اون زرهی رو که میبندی و با اون زره میری اونجا، یعنی تو به عنوان فرد نمیری، باید زره رو دراری، زره باز کنی و بری اونجا تا این شرایط تو در این موقعیت جدید شرایط برای تغییرات تربیتی و رفتاری فراهم. یعنی این پس اینه که این دیرپایی تربیتی رو روشنفکر سازمانی فقط میتونه با ایجاد موقعیت‌های عمومی و ورود به اون موقعیت‌های عمومی به عنوان فرد، یعنی اون زره و دراره بعد بره اون تو، اینجوری میتونه شرایط تغییرات تربیتی خودش رو مساعد بکنه، نه اینکه یک کار خیلی اساسی بشه که اون به زمان خیلی بیشتری احتیاج داره. این مسئله زره رو هم عرض کنم، این فقط تو سیاست نیست. مثلا فرض کن ترک های نسل گذشته که به آلمان اومدن از ترکیه، با اون ساختار تربیت مذهبی و یک دیواری که دور خودشون میکشیدن تو اروپا، اینا خب اون نسل نمیتونست، یعنی بعد از 30 سال 40 سال 50 سال اثری از این جامعه جدیدی که توش وارد شد نمیپذیرفت یا به ندرت میپذیرفت، برای که خب اون با اون دیوار فرهنگی، حاله فرهنگی که دور خودش کشیده بود به اینجا وارد شده بود. پس ولی نسل بعدی، الان نسل بعدی ترک‌ها اینجوری نیست و کاملا اون زره رو در آوردن و آثار اجتماعیشو هم ما الان داریم، مثلا در آلمان و تا جوامع دیگر اروپایی مشاهده میکنیم. از این تجربه ملیتی هم باید استفاده کرد، اینو تو فضاهای سیاسی هم برد، باید از فضاهای تنگ بیرون اومد، مگر اینکه بدونی که تو اون فضای تنگ میتونی به عنوان چی بمونی، تفردتو حفظ کنی و به عنوان فرد تو فضاهای عمومی بری، و این واقعا ولی ادعای بزرگی است و باید مواظب بود که با فریبای متافیزیکی خودمون رو فریب